درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی فارم 3 سالن 1 هستیم، همون فارمی که تو چند پست قبلی اگه دقت بکنیم جوجه ها کاملا کس کرده و کاملا کپه کپه شده توی یه ردیف بودن. با تلاشی که انجام شده وضعیت پرنده ها بسیار خوب شده. الان تو سن 25 روزگیش هستیم. خب به هر حال یه سری مسائل توی بحث عبادهی و کمبود تجهیزات اینا وجود داشت که اون جوجه تو روزهای اول خیلی کپه کپه شده بود. توی بحث حوادهیش یه مقدار دست باز انجام شده بود، الان میبینیم که شرایطش خیلی خوبه. تراکمش هم خب میبینیم یه مقدار بالاست تو این سن، ولی از نظر شرایط کلی وضعیتش خوبه. تو نقاطی از سالن کیفیت بستر یه مقدار پایین است، بسته شده و یه مقدارم فراوانی مدفوع در واقع شکلاتی و حالا یه مقدار خیلی جزئی هم خون در مدفوع وجود داره که با توجه به شرایط گله فعلا دست نگه داشتیم تا ببینیم که کار به کجا میرسه، ولی خدا رو شکر شرایط خیلی خوبه و با همین فرمون بریم جلو ببینیم چطور میشه. وزنگیری هم انجام ندادم، ولی باید تو این سن دیگه وزن چارت رو داشته باشن. میل به دان خیلی خوبی دارن، ولی در واقع ما هرچی دوست داشته باشه بهش نمیدیم. وظیفه ما همینه که اون بحث دانش رو هم کنترل بکنیم. گفتم که یه پستی از در واقع این گله‌ای که روزای اول یه مقدار ما رو اذیت کرد و حدوداً هفته قبل هم بود که یه مقدار مدفوع شکلاتی توش زیاد بود، یه مقدار چالش گوارشی داشت، ولی الان میبینیم که شرایطش خیلی استیبل تر شده و قابل قبول شده. سر صدا هم داشت که با مدیریتی که انجام شده و مهمتر از همه بحث حوادهی اون مشکل برطرف شد. همیشه دقت داشته باشیم که پرسنل فارم اگر پرسنل با تجربه و آموزش دیده باشن با مدیریت خوب سالن میتونن شرایط گله رو واقعا برگردونن. حتی تو این سالنی که تجهیزات گرمایشیش بسیار ضعیفه، تجهیزات در واقع مدیریت آب و دانش با این تراکم ضعیفه، اما شما خیلی از جاها توی واحد مرده‌ای که ورود میکنید به عنوان کارشناس، هنر ما این هستش که ما با شرایط موجود و با امکاناتی که داریم بیاین گلمون رو در واقع مدیریت بکنیم و به وزن کشدار برسونیم. وگرنه الان اگه من باشم تو این سالن چند تا هیتر و یه تعداد زیاد اینلت، شاید مثلا یه دوردی 30 میلیون تا 40 میلیون تومان در واقع به هزینه ممکنه بتراشیم برای این واحد و مردار نتونه از پس اون بر بیاد. گاهی اوقات شما مجبور هستید که تو این شرایط صنعت با همون امکانات کم در واقع مدیریت رو انجام بدید. یه نکته دیگه هم که وجود داره این که این سالن همیشه تو قسمت ورودی هواش سر سالن بسیار خیسی رو داشت و جوجه ها جمع شده بودن به خاطر بحث ورودی هوا از در واقع پنجره‌های بزرگ بود، ولی این دوره با مدیریتی که انجام شده میبینید که بستر هم کیفیت خیلی مناسبی رو داره. یکی از چالش‌های ما توی مدیریت حوادهی تو پست‌های قبلی هم گفتم مدیریت کردن در واقع بستر سالن مرغداری است و اینکه تو سیستم تونلی حوادهی قلق واقعا خاصی رو داره. رفتار عادی پرنده رو ببینید، همون پرنده هایی که حدوداً 17-18 روز قبل چه وضعیتی داشتن و الان چه وضعیتی رو دارن. خیلی ممنون از توجهتون به این ویدیو.